بیستمین روز فروردین ماه برابر با 9 آپریل سال 1352 خورشیدی برابر با 1973 میلادی، درگذشت پیکاسو بانی سبک کوبیسم در نقاشی. پابلو رویز پیکاسو، نقاش، شاعر، طراح صحنه، پیکرتراش، گراورساز و سرامیکار اسپانیایی و یکی از تأثیرگذارترین هنرمندان قرن بیستم می باشد که با همکاری جورج براک، نقاش و پیکرتراش فرانسوی، توانست سبک کوبیسم را پدید آورد و آن را در میان هنرمندان رواج دهد. کاراکتر زن از جمله علایق ویژه پیکاسو در نقاشی بود. بنابه گفته برخی، زندگی هنری پیکاسو را میتوان به چند بخش مشخص تقسیم کرد. دوره اول که سبک کاریش اغلب شامل سایه‌های آبی کشیده شده از اجسامی بود که تنها نیمی از آنها به تصویر کشیده میشد. دوره دوم که نقاشی‌هایش به دنیای واقعی نزدیک‌تر شدند و دوره سوم که در آن پیکاسو تلاش می‌کرد تا اشیا را توسط اشکال ساده هندسی به تصویر درآورد. آثار کوبیسم او در همین دوره خلق شدند. پیکاسو از جمله هنرمندانی بود که علی‌رغم نقاشان دیگر در طول زندگی خود از ثمرات آثار خود بهره گرفت و به شهرت و ثروت دست یافت. سال 1238 خورشیدی برابر با 1859 میلادی، زادروز دکتر ادموند هوسرل، ریاضیدان و فیلسوف آلمانی. ادموند هوسرل، فیلسوف و بنیانگذار پدیدارشناسی که سالها تلاش کرد تا مانند راسل برای فلسفه مبنای ریاضی پیدا کند، در ابتدا رساله دکترای خود را در ریاضیات محض تحت عنوان مقدمه‌ای بر نظریه محاسبه متغیرها زیر نظر لئوپولد کرونکر به پایان رساند و سپس علاوه بر شرکت در کلاس درس اساتید گوناگون فلسفه و روانشناسی تلاش نمود تا کتاب‌هایی نیز به رشته تحریر درآورد که از آن جمله می‌توان به کتاب پژوهش‌های منطقی اشاره کرد که در آن نظریه شناخت یا شناخت شناسی پرسش از ذات منطق به صورت بنیادی مطابق با پرسش مهم شناخت شناسی یعنی مبنای ابجکتیویسم است. این نظریه برای هوسرل همان منطق محض است که از آنجا که باید به بررسی صورت شناخت به خودی خود بپردازد میتوان آن را نظریه نظریه ها دانست. منطق محض از این نظر در مقابل علوم دیگری قرار میگیرد که از نظر هوسرل تکنولوژی یا آموزه هنر هستند، چرا که هر علمی تنها به حوزه ابجکتیو خود علاقه دارد و به بررسی آن حوزه میپردازد. علم از این دیدگاه تنها به بررسی محصولات آگاهانه خود میپردازد و درگیر فهمی تک ساختی است. از نظر هوسرل روشنسازی پدیدارشناسانه و ساختارهای بنیادین آن در پیوند میان آگاهی و ابژه میتواند ریاضیات خام را به صورت منطق محض درآورد. بدین ترتیب پرسش از منطق همچون شناخت شناسی به پرسش از معنا و ابژه شناخت باز می‌گردد. بنابراین از این منظر منطق علمی در کنار علوم دیگر نیست، بلکه در واقع باید به مطالعه سوری تمام علوم به خودی خود بپردازد.